با سلام به بینندگان عزیز، امروز من گزارش رو دیدم از فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران در مورد کشتارگاه کهریزک. خب همه ما میدونیم که در این کشتارگاه چه فجایعی به وقوع پیوست و هم این رو میدونیم که یک نمونه ای هست از بلایی که دارن به سر زندانیان میارن در بازداشتگاه های دیگه، زندان های دیگه. منتها کهریزک کاملا رسوا شد، حقایق تکاندنده‌ای در موردش منتشر شد و بالاخره جناب خامنه‌ای مجبور شد که اونجا رو ببنده. ولی گزارش هایی که هنوز داره در مورد این کشتارگاه منتشر میشه همچنان نشون میده که عمق فاجعه و جنایت بسیار بیشتر از اون چیزی بوده که حتی تا امروز همه فکر میکردن. در این گزارش اولا کسانی که دستن در کار این جنایات بودن معرفی شدن و احمد رضا رادان، یعنی جانشین فرمانده نیروهای انتظامی یا به عبارت دیگه جانشین نماینده مستقیم جناب امام خامنه‌ای در نیروهای انتظامی، خودش شخصا در این جنایات، در این شکنجه‌های وحشیانه در زندان کهریزک نقش داشته و همینطور معاونینش و یک رده ای از فرماندهان انتظامی. اونطوری که حکومت اعلام کرد که گویا چند نفر مامورین جز تنبیه شدن و اشتباه اینها بوده، یا از اون مسخره تر زندان کهریزک بسته شده چون استانداردهایی درش رعایت نمی شده، این دیگه فقط میتونه یک خنده تلخی رو بر لبها بیاره و در این حال درماندگی و استیصال اینها رو نشون میده. واقعیت دیگری که در این گزارش هست و من میخواستم در مورد اون صحبت کنم این هست که در این زندان به قصد کشت شکنجه میکردن. یعنی کسانی که کشته شدن به این خاطر نبوده که مثلا میخواستن ازشون اعتراف بگیرن یا بدون قصد شکنجهگر یا بازجو اینها جانشون از دست دادن، اصلا شکنجه میکردن که بکشن زندانی رو. از جمله نمونه هایی که در این گزارش هست محسن روح الامینی و محمد کامرانی هستند، دو جان باخته که در زندان کهریزک زیر شکنجه جان باختن. اونها رو زیر شلاق میگیرن، با میله‌های آهنی بر سرشون میکوبن، وقتی خون از سرشون جاری بوده از پا به طور واژگون به سقف آویزون میکنن تا اینها جان بدن، و همینطور ده ها زندانی دیگه که چه در کهریزک در چه بسیاری از زندان‌های دیگه به همین شیوه به قتل رسیدن. نکته اینجاست، چرا باید حکومتی چنین بساط وحشیانه ای را بندازه؟ آیا اینها فقط سادیستن، دیوانن، جانین؟ خب شکنجه برای اعتراف در هر حال هر چقدر شنی و ضد انسانی، یک هدفی رو شکنجه کرد تو دنبال میکنه. سوال اینه چرا خب با یک تیر نمیکشن؟ اگر میخوان، اگر کشتاری که خب در خیابون ها دارن این کارو میکنن، در زندان ها هم میتونستن این کارو بکنن، چرا شکنجه؟ چرا کشتار به وسیله شکنجه؟ و جواب این به نظر من ماهیت کاملا فاشیستی و ضد انسانی این حکومت رو برملا میکنه. هدفی که حکومت از این نوع شکنجه ها داره مرعوب کردن جامعه است. چنان شوکی از ترس وحشت به جامعه وارد بشه که دیگه کسی جرأت حتی نفس کشیدن نداشته باشه. این هدف حکومت بود، نه تنها مسئله کهریزک، بلکه این که تک تیر انداز ها رو گماش تا جوانان رو در خیابان ها به گلوله ببندن یا در شب ها بر بالای پشت بام ها. این هم در اخبار بود که جوانین رو در پشت بام موقع شعار دادن به گلوله بستن و به وسیله یکی از این تیرانداز ها کشته شدن. و یا وقتی که شکنجه های شنیترین چیزی که اصلا قابل تصور هم نیست بر سر یک جوانی وارد میکنن و بعد اون رو آزاد میکنن برای اینکه برین رو تعریف کنه. تجاوز جنسی، انواع ضرب و جر و گذاشتن زندانی در یک سلول مثلا 10 متری به وسیله با 20 نفر دیگه و انواع شکنجه ها، این کارها رو میکنن، این بلاها رو به سر زندانی میوردن و بعضی از اونها رو آزاد میکردن برای اینکه برن و همینا رو تعریف کنن. حکومت
این قصد رو داشت، میخواست که اصلا این اخبار منتشر بشه تا مردم بفهمن که با چه شقاوتی داره به معترضین برخورد میشه و دست از اعتراض بکشن، مرعوب بشن، بترسن. این تاکتیک شناخته شده ایه. این تاکتیک همه فاشیست هاست. این تاکتیک حکومتی مثل حکومت پینوشه در شیلی بود، چنان کشتاری به راه انداخت که جامعه دیگه جرأت نکنه حتی عادی ترین کاراشو پیش ببره، حتی کسی جرأت نکنه به خیابون بیاد برای هر کاری. این تاکتیک حکومت بود. اونتا در اون ابتدا اینها تصور میکردن، این احمقهای حاکم تصور میکردن که با یک چنین شیوه هایی تموم میشه، مردم به خونه میرن، اعتراض تموم میشه و اینها میتونن کنترل کنن و این اتفاق نیفتاد و به همین خاطر این تاکتیک شکست خورد، این توحش شکست خورد و ما مردم با اعتراضاتمون اون رو به شکست کشندیم و حالا امروز این تبدیل شده چیزی که قرار بود قدر قدرتی حکومت رو نشون بده، چیزی که قرار بود مردم رو مرعوب کنه، تبدیل شده به قدرت مردم، اقتدار مردم و یک رژیم مرعوب شده. خودشون حالا از سایه خودشون میترسن، خودشون حتی جرأت نمیکنن جسد این قربانی ها رو به خانواده تحویل بدن، یا هزار تضمین و ضمانت میگیرن که امضا کنید که حتی مجلس ختم نمیگذارید، مراسمی نمیگذارید، اعلام نمیکنید، بی سر و صدا میرید دفن میکنید، حتی روی سنگ قبر مینویسید که در تصادف رانندگی کشته شد و غیره و غیره. و این هم افشا شده، این رو هم همه میدونن، این رو هم همه میگن. همین گزارشی که از فرآیند حقوق بشر و دموکراسی در ایران در مورد کهریزک داده شده اعلام میکنه که بسیاری هستن شاهدان این عینی جنایات، اینها آماده اند که اگر تامین جانی داشته باشند در هر دادگاهی بیان و به طور مستند ثابت کنند که چطور و از سردار رادان تا همه فرماندهان انتظامی، نماینده امام در نیروهای انتظامی و غیره و غیره مستقیما در این شکنجه ها نقش داشتند. در اینجا افشا شده که اینها با هلیکوپتر هر روز در کهریزک پیاده می شدند، در شکنجه ها خودشون نه تنها دستور می دادند بلکه عملی می کردند و باز فردا همین داستان بوده. برای مدت طولانی هر روز 3 تا 4 جسد رو در گونی می پیچیدن و از اون زندان خارج می کردن. اینها حقایق تکان دهنده‌ای که از زندان کهریزک داره اعلام میشه و افشا میشه و منتشر میشه و همین ها نشون میده که چه حکومت چه تاکتیکی رو در پیش گرفته بود در قبال مبارزات مردم و نفس افشای اونها نشون میده که این تاکتیک کارگر نشد. رژیم نه تنها موفق نشد که جامعه رو مرعوب کنه بلکه برعکس، الان تمام این جنایات به سنگی بر پای این حکومت تبدیل شده که با سر اون رو به زمین خواهد زد. در این تردیدی نداشته باشید. ما مردم به قدرت خودمون این جانیان رو به زیر میکشیم. شلیک خیابانی، کشتن امثال ندا و سهراب و غیره، شکنجه های قرون وسطایی و وحشیانه در زندان ها و تیراندازی به مردم، بالا بردن جوخهای دار، اعدام بیش از 115 نفر در مدت فقط 2 ماه، اینها همه از یک طرف نمونه های توحشیه که حکومت به کار برده و از طرف دیگه شکست این توحش. جمهوری اسلامی خواست با قدرت جهنمی خودش از ایران یک شیلی دیگه بسازه و همون شعاری که همیشه از مدت‌ها قبل دانشجویان دارن، سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه، امروز بیش از همه صادقه. ایران شیلی نشد، جامعه نترسید، مردم جا نزدن، وحشت نکردن و کل این تاکتیک ها الان به طور معکوس داره عمل میکنه و تبدیل شده به پرچم اعتراض، مبارزه نه تنها در ایران، جهانی، علیه این جانیان. این جانیان را به زیر خواهیم کشید و همه را به دست عدالت خواهیم سپرد. شاد و پیروز باشی.